با درودی دیگربار بر شما بینندگان تلویزیون جهانی اندیشه، در اینجا توجه شما را به گزارش ویژه امشب جلب می کنم. محمد رضا حیدری، کنسول پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اسلو، با ترک این سفارت به جنبش سبز پیوست و همکنون مسئول کمپین سفارت سبز هستند و ما با ایشون در ارتباط با برکناری منوچهر متکی مصاحبه تلفنی ویژه‌ای داشتیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. آقای محمد رضا حیدری، با درود بر شما و با سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید که در برنامه ویژه خبری تلویزیون اندیشه شرکت کنید. من خدمت شما و شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم. آقای حیدری، من مستقیم میرم به سراغ پرسش‌هایی که دارم در ارتباط با برکناری آقای متکی. در تازه‌ترین خبرها اومده که سنگال میگه از توضیحات ایران درباره ضبط یک محموله سلاح در نیجریه ناراضیه و به همین دلیل سفیر خود در تهران رو فراخوانده. شما فکر میکنین این مسئله با اتفاقی که در مورد عزل آقای متکی افتاده با همدیگه چگونه میتونه ربط داشته باشه؟ ربطش که آقای متکی در طول خدمتش در وزارت خارجه با آقای احمدی نژاد همواره مشکل داشتن، حتی دور اول انتخابات تا آخرین لحظه و در حتی یک هفته قبل از سفرشون به خاطر مشکلاتی که سر اعزام آقای مشایی به اردن توسط آقای احمدی نژاد، آقای متکی اعتراض کردن نسبت به این قضیه و در واقع از طریق آقای لاریجانی نامه‌ای رو برای بیت رهبری فرستادن و این موضوع باعث شد که آقای احمدی نژاد با توجه به سابقه قبلی و چندین سالی که در خصوص آقای متکی داشت و میخواست ایشون رو کنار بذاره، با این برنامه‌ای که چید برای ایشون که در واقع سفری رو تهیه کردن و پیامی رو فرستادن برای رئیس جمهور سنگال، ایشون رو راهی کرد و در همونجا هنوز در واقع ایشون پیام تحویل نداده بود، حکم عدلش هم صادر شد و در واقع الان اقدامی که سنگال کرده خود در چارچوب همون قواعد بین المللی، چون این موضوع انتقال سلاح ها از توسط ایران به نیجریه چون به سازمان ملل منعکس شد و در واقع کشور گامبیا ارتباطش رو با ایران قطع کرد و جالبه بدونیم که ایران در اونجا سفارتخونه نداشت، بلکه سنگال نه سفارتخونه داشتیم در اونجا به عنوان اتودیده توسط یک کارشناس ارشد ما که در واقع همون فردی که به عنوان مسئول نمایندگی بود اونجا را اداره میکرد و اینها همه مواردی بوده که در واقع توی برنامه‌ای که آقای متکی عموما ضعیف‌ترین وزیر خارجه طول تاریخ شاید ایران بود و آقای احمدی نژاد خود من از مسائلی که پیش میومد در جهت اینکه ایشون رو بخواد در واقع عزل کنه بود، ولی خب به خاطر مسائل داخلی ایران تا کنون صبر کرده و الان خیلی راحت ایشون رو کنار گذاشت با یک کاری که شاید از نظر عقلی و از نظر عرف دیپلماتیک خارج از قاعده بود. بله، اتفاقا به همین مسئله من میخواستم اشاره کنم، همین مسئله عرف دیپلماتیک که شما فرمودین، چون که آقای متکی در هنگام مأموریت خودش از پستش برکنار شد، یعنی آقای احمدی نژاد چرا چنین تصمیمی گرفت، چرا این گونه آقای متکی رو عزل کرد، چرا نمیتونه صبر بکنه تا ایشون برگردن از مأموریتشون و آیا این کارشون، این مسئله نکته به خصوصی بودش که میخواست به جامعه بین الملل بگه آقای احمدی نژاد؟ به جامعه بین الملل پیام خاصی نداشت، چون جامعه بین الملل میدونن که وزیر خارجه در ایران یه حالت تشریفاتی داره و سیاست خارجی ایران رو در واقع از داخل بیت رهبری و از مراجع بالاتر تنظیم میکنن، اما برای داخل ایران پیامش این بود به گروه های در واقع درگیر از طبقه اصولگرایان که در واقع خود آقای احمدی نژاد نزدیکن و انتخابات مجلس در واقع، به اونها پیامی داد که اینجا در واقع من هستم که تصمیم گیرنده نهایی هستم و کسایی که در آینده ایران میخوان کاری انجام بدن باید با ایشون در واقع طرف باشن. شاید هم به نوعی میتونیم اینم بگیم که حیامی هم که اگه برای کشورهای غربی خواست بده این بود که با آقای احمدی نژاد باید در مورد مسائل در واقع آینده ایران گفتگو بشه و یه حالت قدرت نمایی در داخل ایران برای گروه های دیگه داشت.
به بیت رهبری شما اشاره کردین. رهبر هم تصمیم گرفته که در این مورد سکوت اختیار کنه. این رو چرا چگونه میبینید؟ من فکر نمی‌کنم سکوت کرده، چون فردی که در واقع احمدی نژاد معرفی کرده با نظر خود آقای خامنه‌ای منتقل شده، چون این فردی که در واقع به عنوان سرپرست اونجا مشغول به کار میشه علی فرسادی از افرادیه که در واقع پیشینه عراقی داره و کسی که در واقع آقای خامنه‌ای هم با این گروهی که در واقع ایشون رو میشناسن ساپورت کردن که آقای احمدی نژاد اونو معرفی کرده. یعنی نظر خود شخص آقای احمدی نژاد برای مسئولیت سیاست خارجی ایران آقای مشایی بوده، ولی خب آقای خامنه‌ای در واقع نظر داشته که آقای صالحی اونجا باشه و کارها رو از طریق ایشون انجام بده. بله. خب من یه مسئله دیگه ایم که شما اتفاقا همین الان بهش اشاره کردین، این که شاید پیامی که محمود احمدی نژاد داشته برای جهان این بوده که طرف مذاکره ایشون هستن. اینجا حالا این پرسش پیش میاد، البته برخی از کارشناسان این گونه میگویند که تغییر و تحولات اخیر نشون میده که محمود احمدی نژاد تصمیم داره که قدرت رو به طور مطلق چه در مجلس و چه در سازمان‌های دولتی به طور مطلق از آن خودش بکنه. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ آقای احمدی نژاد در سفر اخیرش که به نیویورک لازم شد، قبل از سفر پیامی رو فرستاد و اعلام کرد که دیگه مجلس در رأس امور نیست. این حرفی که آیت الله خمینی زده بود ایشون در واقع نقض کرد و گفت دیگه الان قوه مجریه و شخص ایشونه که در رأس امور و تصمیم گیرنده است و همین اقدامی هم که الان انجام داده در واقع نشوندنده همینه. و طوری که الان صدای بقیه گروه های اصولگره مثل آقای توکلی و بقیه دستن در کورانی که تا حدودی به این افراد نزدیک بودن و باعث به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد شدن و در آوردی، طوری که آقای توکلی میگه این کار عقلانی نبوده و اراده در واقع یک فرد بر این قضیه حاکم بوده، خب آقای احمدی نژاد داره بر این کارهایی که انجام میده نشون میده که در واقع میخواد قدرت و اون چیزی که در واقع در ایران الان بعد از که به دویستوی خورده به دستوی رو گسترش بده، سرعت اختیاراتش رو داره افزایش بده در مقابل بیت رهبری و در صورتی که از اونجا صادر میشه داره مقاومت میکنه. و در واقع من فکر میکنم که در تقسیم قدرت تا حدودی داره به صورت خزنده جلو میره تا بتونه نقش آقای خامنه‌ای رو کم کنه. تا این اخیران هم که اخباری که ما داشتیم این بوده که همین نقل انتقالاتی هم که داره انجام میشه بیشتر به خاطر اینه که تو مسئله هسته‌ای ایشون میخواد در واقع خودش تصمیم گیرنده نهایی باشه برای حل این مناقشه، که من فکر میکنم که با توجه به سیاست تهاجمی که ایشون در مسائل مربوط به کشورهای غربی و همین مسئله هسته‌ای ایران دارن موفق نخواهد شد و ایران رو دچار بحران‌های جدیدی خواهد کرد. بله، به مسئله هسته‌ای اشاره کردید. با توجه به کنفرانس 5+1 با ایران که به تازگی برگزار شد، این کنفرانس و تصمیماتی که درش گرفته شده، آیا کلن اصلا این ارتباطی با برکناری آقای متکی داشته یا خیر؟ ارتباط خاصی با آقای متکی نداشته. گفتم مسئله همونجوری که خود مقامات در واقع خارجی هم اعلام کردن، عزل آقای متکی در موضوع در واقع هسته‌ای هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون تصمیم گیرنده نهایی توی ایران افراد دیگری هستن که آقای احمدی نژاد هم در واقع داره خودش رو به عنوان یک فردی که میتونه تأثیرگذار باشه با این کاری که کرده داره معرفی میکنه. عملا آقای متکی نقشی نداشته و الان شاید در آینده مذاکرات با توجه به اینکه آقای صالحی رئیس انرژی اتمی بوده و اومده اونجا مستقر شده و با توجه به نظر خود آقای خامنه‌ای یک حالتی بخوان به وجود بیارن که این مسئله رو از شورای امنیت ملی ایران منتقل کنن به وزارت خارجه و این کارهاییه که در واقع میخوان انجام بدن، حالا تا چه حدی موفق بشن. چیزی که در مهمه و قابل عرضه اینه که ایران دنبال یک برنامه ایه که مثل کره شمالی همون هدف رو پیش بگیره و با اتلاف وقت و انجام مذاکرات بی نتیجه و به دنبال خود کشوندن کشورهای غربی نهایتا به اون خاص نهاییش که اقتدارگرایان در داخل ایران هستن برسه و باعث بشه که در واقع دوباره منطقه و ایران رو دچار بحران‌های جدیدی بکنه.
بله، اشاره کردین به بحران‌های جدید در ارتباط با ایران. در پایان دلم میخواد این پرسش رو از شما بکنم، شاید به نوعی میشه گفت یارگیری آقای احمدی نژاد، این یارگیری آقای احمدی نژاد داره انجام میده چه خطری میتونه برای ایران داشته باشه و آیا میتونه حتی به خطر جنگ برای ایران اشاره کرد؟ ایدئال آقای احمدی نژاد و اون گروهی که در واقع ایشون رو دارن حمایت میکنن بروز همین موضوع جنگ در منطقه است. یعنی اینها حتی با بحرانهایی که الان داخل ایران، شما اخیراً روز گذشته بمبی در سیستان بلوچستان توسط عملیات انتحاری که دو نفر انجام دادن با واسطه گروه تروریستی ریگی، شما میبینین که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد کشور دچار تشنج بشه، دچار بحران بشه. یعنی از بحران استقبال میکنه، از جنگ استقبال میکنه و خواهان این قضیه است. و من فکر میکنم که تمام گروه های درگی و ایرانیان دلسوز اگر که در جهت این هستن که کشور رو نجات بدن، باید هرچه زودتر به سمت یک اتحاد و به سمت یک همبستگی برن تا اون فاجعه ای که در واقع این آقایون به دنبالشان ایجاد کنند با خرافاتی که به مردم تزریق کردن برای ظهور امام زمان جلوگیری بشه. وگرنه آقای احمدی نژاد و افرادی که مثل آقای احمدی نژاد فکر میکنن در جهت نابود کردن در واقع منافع ملی و در واقع کشور ایران است. آقای محمد رضا حیدری، مسئول کمپین سفارت سبز، با سپاس از شما که در برنامه ما شرکت کردید، این وقت رو گذاشتید، ازتون بسیار سپاسگزارم، چون میدونم در اروپا الان دیر وقت هستش و برای این که آگاهی رسانی کنید برای مردم ایران ازتون بسیار سپاسگزارم. منم از شما خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق باشین و در خدمتتون هستیم در برنامه‌های آینده. با سپاس از شما و شبتون بخیر. شب شما بخیر.